سلام به همه دوستان، به کانال فیلم باز خوش اومدین. امروز قرار با همدیگه یه نگاهی بندازیم به زندگی متیو پری، بازیگر نقش چندلر. قرار با همدیگه بررسی کنیم ببینیم چه زندگی پرفراز و نشیبی داشت این بازیگر، چرا انقدر نظر جسمی تحت فشار بود، چرا هیچ وقت نتونست دوباره به اوج خودش برگرده، و اینکه این ویدیو ساخته شده از روی کتابیه که خود متیو پری نوشته. یعنی این ویدیو فقط یک دونه منبع داشته. خود متیو پری توی مصاحبهش میگفته که نوشتن این کتاب تنها هدف زندگی منه، و توی این ویدیو با هم بررسی میکنیم که پیامی که این آدم میخواسته به مخاطبای خودش بده چی بوده. پس وقتو تلف نمیکنیم و یه راست میریم سراغ داستان متیو پری. اولین جمله کتاب صوتی متیو پری رو هم میذارم، دقت کنید ببینید که چجوری شروع میشه. Hi, my name is Matthew, although you may know me by another name, and I should be dead. داستان این بازیگر با یه بیماری مادرزادی و یک دارو شروع میشه، بیماری التهاب روده که از بد و تولد همراه با متیو پری بوده که درد بسیار زیادی هم داره. طی یک ماه اول تولد متیو این نوزاد بدون توقف گریه میکرده و طبیعتا دکترها برای این نوزاد یک مسکن تجویز میکنن، مسکنی که 50 سال پیش مجوز داشته. پزشکان اجازه داشتن که این مسکن رو برای اطفال هم تجویز کنن، دارویی به اسم فنوباربیتال، دارویی که الان برای معتادانی تجویز میشه که میخوان اعتیاد رو ترک کنن. این رو میزنن تا بتونن درد ناشی از ترک مخدر رو تحمل کنن. طبیعتا این دارو تاثیرش روی متیو فوق‌العاده بود. بعد از 30 روز گریه کردن مداوم دیگه گریه نمیکرد و میخندید. ولی پدر و مادر متیو نمیدونستن که اونها الان یه نوزاد نعشه رو توی دست خودشون گرفتن. متیو پری بین سن 30 تا 60 روزگی تمام 24 ساعت رو نشه بوده. و این خیلی مهمه که بدونید که الان اعتیاد رو یک بیماری میدونن. چرا؟ برای اینکه مخدر کاری که میکنه اینه، از یه نوع ترکیبات شیمیایی درست شده که شبیه به ترکیبات شیمیایی مغزن، میرن و به گیرنده های عصبی مغز متصل میشن، باعث میشن تا مغز ما چیزهایی رو دریافت کنه که ساخته شده توسط بدن خود ما نیست. این باعث میشه که خوشحالی بیش از اندازه یا هر احساس سرخوشی دیگه‌ای برای کسی که مواد رو مصرف کرده به دست میاد. ولی مشکل اینجاست که این نوع مواد شیمیایی ممکنه گیرنده های عصبی مغز رو برای همیشه نابود بکنن. یه جورایی میشه گفت برای معتاد چیزی به اسم ترک کردن دیگه وجود نداره. گاهی ممکنه آدم حتی با یک بار مصرف مواد مخدر مغزش برای همیشه تغییر بکنه و گیرنده های عصبیش دیگه نتونن مثل قبل کار بکنن. برای همین یه معتاد حتی اگر 10 سال از ترک کردنش هم بگذره بازم هیچ فرقی نداره. حالا دیگه با ترکیبات شیمیایی طبیعی خود مغز نمیتونن احساس رو به دست بیارن. شاید دیگه هیچ وقت تا پایان عمرشون بدون مصرف کردن مواد نتونن خوش حال بشن. متیو پری هم در نوزادی مسکن این اثرات رو روی مغزش داشته و دچار مشکلاتی میشه که متیو تا سالها بعد متوجهشون نمیشه. باورش سخته، ولی این کمدین محبوب از نوزادی دچار بیماری آنهدونیا بوده که معادل فارسیش میشه بیلذتی. این آدما هیچ احساسی رو به راحتی نمیتونن به دست بیارن، تمام مدت احساس پوچی میکنن. هیچ احساسی از لذت تا آرامش، حتی اعتماد کردن به دیگران، به این راحتی دیگه به دست نمیاد. گیرنده های احساسی این بیماران نیاز به محرک های خیلی قوی تری داره نسبت به آدم های معمولی. متیو به غیر از مشکلی که با سیستم عصبی خودش داشت، توی خانواده خودش هم دچار مشکل بود. اول اینکه پدر و مادرش وقتی که متیو 9 ماهشون بود از هم جدا شدن. مادر متیو فقط 21 سالش بود که بچه دار شده بود و ملکه زیبایی کشور کانادا بود. متیو هم خودش کاناداییه. مادر متیو بعد از اینکه بچه دار شده بود از مسیر حرفه‌ای مدلینگ فاصله گرفت و بر همین مادرش هم توی خونه با افسردگی دست و پنجه نرم می‌کرد و پدر متیو هم خیلی زود اونارو ول کرده بود رفته بود. اوضاع از این بدتر شد وقتی که مادر متیو دستیار نخست وزیر کانادا شده بود، یعنی پدر همین جاستین ترودو که الان نخست وزیر کانادا است. متیو و جاستین ترودو با همدیگه تو دوران بچگی توی مدرسه میرفتن. خیلی اوقات متیو مادرش رو نمیدیده. وقتی که بچه بوده از پدر بزرگ و مادر بزرگش میپرسیده که پدرم کی میاد دنبالم، و اونها میگفتن که پدرش رفته سر کار. خیلی طول کشید تا متیو خودش بفهمه که پدرش هیچ وقت قرار نیست برگرده و متیو توی همچین شرایطی بزرگ شده بود. برای همین همیشه یه سری احساسات رو داشت، اینکه به هیچ جا تعلقی نداره، اعتماد به نفس نداشت، فکر میکرد چون بچه خوبی نیست پدر و مادرش بالای سرش نیستن. همین باعث شده بودش که خیلی زود توی سن 14 سالگی جذب دوستای زیاد خوبی نشه. خود متیو توی کتابش خیلی جالب اون شایی که برای اولین بار الکل مصرف کرد و تعریف میکنه. متیو توی 14 سالگی برای اولین بار متوجه میشه که 14 ساله که خماره. اون هیچ وقت مثل یه آدم معمولی زندگی نکرده بود، چون گیرنده های عصبی مغز یک معتاد رو داشت. متیو توی 14 سال
اول عمرش تمام علائم یه خمار رو داشته، یعنی احساس استرس، استراب، وحشت و از همه بدتر اصلی ترین علائم خماری یعنی بیخوابی رو داشته و توی کتابش میگه که من هیچ وقت در عمرم بیشتر از 4 ساعت نخوابیدم و کمبود خواب از دوران نوزادی با این آدم بوده. حالا برای اولین بار توی 14 سالگی با خوردن الکل همون چیزی رو به مغز خودش داده بود که سالها بهش نیاز داشت. برای اولین بار تجربه یه آدم عادی رو داشت. دیگه خمار نبود و بیماری آنهدونیا دیگه برای چند ساعت با انواع مواد مخدر میتونست درمان بشه. میگفت برای اولین بار بود که توی عمرم روی چمنها دراز کشیده بودم و هیچ احساس نگرانی و بد و منفی نداشتم. تازه احساس سرخوشی هم میکردم که اصلا با این احساس ناآشنا بودم تو اون سن و سال. داستان متیو از جای ادامه پیدا میکنه که توی 15 سالگی سوار هواپیما میشه و به آمریکا مهاجرت میکنه. از این کارا زیاد میکرده به خاطر اینکه خیلی اوقات تنهایی توی سن خیلی کم، یعنی مثلا 10 سالگی سوار هواپیماش میکردن تا از کانادا بره به لس آنجلس و اونجا پدرش بیاد فرودگاه دنبالش. متیو تعریف میکنه، میگفت توی هواپیما میترسیدم از تنها بودن، برای همین خودم میزدم به مریضی تا مهماندارا بیان سر وقتم و بعد این رو یاد گرفته بودم که وقتی که شوخی میکنم و دیگرانو میخندونم مهماندارا دور من جمع میشن و منو ترکم نمیکنن و منم از ترس تنها شدن دائما تلاش میکردم که بقیه رو بخندونم و این احساس تا پایان عمرش هم باهاش موند. متیو همه عمرش به خاطر استرابی که توی جمع داشت شوخی میکرد، همه رو میخندون در حالی که توی دل خودش احساس ترس میکرد. متیو به خاطر این مادرش رو ترک کرد و رفت پیش پدرش، به خاطر اینکه مادرش شده بود مسئول تیم رسانه‌ای نخست وزیر کانادا، کلی کار داشتش و شبا حتی از 9 شب هم دیرتر برمیگشت خونه. سر همین موضوع اصلا متیو توی 14 سالگی جاستین توردو رو تو مدرسه گرفته بود، حسابی کتک زده بود تا انتقام دیر اومدنهای مادرش رو از پسر نخست وزیر کانادا بگیره. سر همین موضوع متیو میره آمریکا پیش پدرش. پدرش یه خواننده تقریبا موفق بوده و یه نکته مهم بوده این که پدرش دائم الخمر بوده و همه جای خونه‌شون هم مواد مخدر پیدا می‌شده. این برای متیو پری یه بهشت به حساب میومده. بر همین خیلی زود اعتیادش بیشتر میشه و با پشتیبانی پدرش از همون 15 سالگی وارد هالیوود میشه و شروع می‌کنه یه سری نقش‌های کوتاهی رو بازی کردن. در حالی که هیچ پولی نداشت از همون 15 سالگی نقش‌های خیلی سطح پایین بازی می‌کرد. نمایشایی که جزء کم بازدیدترین‌ها در آمریکا بودن. تا سن 25 سالگی عملاً همینجوری پیش میره و هیچ پولی نداشته و خیلی زود اعتیادش هم خیلی شدت پیدا می‌کنه. ولی بیشتر الکل مصرف می‌کرده. توی سن 25 سالگی داشتش توی آشغال‌ترین سریال تلویزیون بازی می‌کردش که داستان سریال مربوط بود شد به آینده و متیو پری هم نقش آدم فضایی بازی می‌کردش. توی همین زمان بودش که تهیه کنندگان سریال فرند دنبال یه بازیگر میگشتن برای نقش چندلر. زمانی که فیلمنامه رسید به دست متیو، توصیفی که تو کتاب گفته بود این بود، میگفتش که احساس میکردم اصلا چندلر خود منه، یه آدم خجالتی که تو جمع راحت نیست، برای اینکه فضا رو عوض کنه شوخی میکنه در حالی که استرس داره، با خانم ها راحت ارتباط نمیگیره، از مسئولیت گرفتن میترسه، اعتماد به نفسش پایینه. تمام اینا ویژگی های خود متیو بودش و متیو علاقش انقدر زیاد بود برای بازی کردن این نقش که انقدر از روی فیلمنامه خونده بود که دیالوگا رو حفظ شده بود، ولی هیچ وقت اصلا بهش این فرصت رو ندادن که حتی بیادش مصاحبه بکنه. ولی قصه بعد ماجرا اینجا بود که یه سری دوست بازیگر هم داشت. اسم یکی از دوستای صمیمیش جان فاورو بودش که این دوستش رفت و مصاحبه کرد و نقش چندلر رو به دوست صمیمی متیو پیشنهادش دادن. جالبش اینجاست که این آدم اومد از خود متیو مشاوره گرفت، گفت دو تا نقش بهم پیشنهاد دادن، یکیش نقش چندلره، یکی هم یه نقش دیگه است. و متیو هم با اینکه خودش خیلی دوست داشت نقش چندلر رو بازی کنه، ولی با این حال به دوست خودش گفت که نقش چندلر رو انتخاب کنه. و قسمت عجیب ماجرا اینجاست که این آدم میره و تلفن رو ور میداره و به مدیر برنامه هاش میگه که اون یکی نقش رو انتخاب کرده و متیو با گوشای خودش میشنوه که این آدم نقش چندلر رو رد کرده و فرداش میره و برای چندلر تست میده. موقع تست دادن یه سری کار جالب میکنه، اینکه اون موقع عرف بود بازیگرا کاغذ دیالوگا رو میگرفتن دستشون، ولی متیو انقدر تمرین کرده بود که دیالوگا رو حفظ بود و برای اولین بار جلوی کسایی که تست میگرفتن از حفظ همه دیالوگا رو گفت. و اون سبک حرف زدن مخصوص چندلر هم بود که کلمه بی رو خیلی خاص تلفظ میکرد. این مدل حرف زدن رو متیو توی 14 سالگی همراه با دوستاش اختراع کرده بود. این رو هم توی مصاحبه انجام داد و خیلی زود ترکوند و اون رو انتخابش کردن. تهیه کنندگان انقدر متیو رو میخواستن که منتظر شدن تا بازی توی اون سریال مسخره که نقش آدم فضایی رو بازی میکرد تموم بشه تا بتونه بیاد و فرندز رو بازی کنه. یعنی به خاطرش یه خورده سریال رو عقب انداختن. با شرایط مالی که متیو داشت و همینطور اعتیاد به مواد مخدری که داشتش، میگفت اگر سریال فرندز رو بهم پیشنهاد نمیدادم مطمئن بودم تا چند سال بعدش تو فقر کامل انقدر هروئین به خودم میزدم تا کنار خیابون بمیرم. و اینجا برای اولین بار بود که فرندز یه جورایی میشه گفت جون متیو رو نجات داد. تیم اعضای فرندز عالی بودن.
قسمت جالبش اینجاست که متیو هیچ کدوم از اعضای گروه نمیشناخت به غیر از جنیفر آنیستون. چند سال قبلش متیو عاشق جنیفر آنیستون شده بود و بهش پیشنهاد دوستی داده بود. جنیفر هم درخواست رو رد کرده بود و حالا بعد با همدیگه همبازی میشدن. شرطشون جوری بود که روزای اول متیو بر خودش قانون گذاشته بود که بیشتر از 3 ثانیه تو چشای جنیفر نگاه نکنه تا معذب نشن هیچ کدومشون، ولی خب خیلی زود دوباره فضاشون دوستانه شد. سریال انقدر تو تمام زمینه‌ها خوب عمل کرده بود که تهیه کننده اومدن 100 دلار دادن به این 6 نفر، گفتن بلند شید برید توی کازینو قمار کنید کل 100 دلار رو ببازید بره، چون از فردای روزی که پخش سریال شروع بشه دیگه مثل آدم عادی نمیتونید تو خیابونا راه برید. و همه پیشبینی‌ها هم به تحقق پیوست، سریال همه چیز رو زیر رو کرد. خود متیو میگه که من قبل از پخش سریال یه شب زانو زدم، از خدا خواستم که هر کاری دوست داره با من میتونه بکنه، فقط منو معروف کنه. و یه توصیف خیلی جالب داره توی کتابش، میگه که من اصلا حواسم نبود که خدا چه شخصیتی داره. خدا 50% اول انجام داد، منو معروف کرد، ولی اصلا حواسم نبود که خدا بعضی اوقات تشخیص میده که حتی پسر خودش رو بفرسته بالای صلیب. گفتیم که متیو پری همه عمرش احساس استراب میکرد وقتی که توی جمع بود. میگفت من چون بچه بودم بهم گفته بودن بابات رفته سر کار و اون دیگه هیچ وقت برنگشته، هر وقت که مادرم صبحا میرفت و تا دیر وقت برنمیگشتش، من از ترس اینکه اون دیگه هیچ وقت برنمیگرده میرفتم به رخت خواب و بعضی و شبها با همین ترس خوابم میبردش. برای همین من همیشه این ترس رو داشتم که نکنه مردم منو دوست نداشته باشن. و وقتی که سریال فرندز رو بازی میکردم، هر وقت که شوخی میکردم و شوخیم نمیگرفت، تمام بدنم خیس عرق میشد. فشار خیلی زیادی روی متیو پری بود، در حالی که بقیه اینطوری نبودن. یه مقداری اعتیاد متیو پری بیشتر شد، ولی برای خودش قانون گذاشته و میگفت به هیچ عنوان نباید سر کار نشه باشم. خوردن قرص درست بعد از کار بود و صبحا وقتی که از خواب بیدار میشد، فقط با مصرف الکل سطح انرژی خودشو به سطح معمول میرسوندش. سال 1996 فصل دوم فرندز داشت پخش میشد. دیگه متیو پری به اوج خودش رسیده بود. تبلیغات روی سریال فرندز هر 30 ثانیه‌اش شده بود 500,000 دلار. دوست دختر متیو پری جولیا رابرتس بودش و نکته مهم اینه که جولیا رابرتس بود که درخواست دوستی به متیو پری داد. عاشق شدنشون هم خیلی جالب بود. میگفتن که ما با همدیگه فکس میکردیم، یعنی میخواستن چت کنن برای همدیگه فکس میفرستادن. هم میگفتش که فکس عاشقانه برای هم میفرستادن و جولیا رابرتس اولین کسی بود که متن فکس ها رو عاشقانه کردش. جالبش اینجاست که اینها رابطه خودشون رو از مردم پنهان کرده بودن، ولی توی سریال فرندز بوسه‌ای که داشتن انقدر طبیعی اومد که همه روزنامه‌ها نوشتن که قطعا این دو تا با همدیگه رابطه دارن. اما بعد از فصل دوم متیو پری قرار بود توی فیلم بازی کنه که با سلما هایک هم بازی بودش. موقع استراحت متیو رفت سوار جت اسکی شد و انقدر به جت اسکی فشار آورد که روی آب تعادل خودش رو از دست داد و به کمرش آسیب شدید وارد شد. بعد هفته ها استراحت میکرد، ولی متیو تازه داشت وارد سینما میشد، نمیتونست به فیلم خسارت وارد کنه و فیلم بعدی رو متوقف کنه. برای همین رفت پیش دکترها و درخواست مسکن کرد تا بتونه با همین کمرش بازیش ادامه بده. و دکترها هم مسکنی روی متیو پری دادن که همون مسکنیه که چند سال بعدش مایکل جکسون با مصرف همین مسکن به کام مرگ رفتش. متیو به یه ماده جدیدی معتاد شده بود. توصیفی که از این مخدر میکنه خیلی جالبه. میگه که بعد از خوردن قرص احساس کردم که تمام خون بدنم با عسل گرم عوض شده بود. و توی کتابش قسم میخوره که اگر همین قرص مسکن رو نمیخوردم، هیچ کدوم از اتفاقات 3 دهه بعدش نمیافتاد. متیو خیلی زود شروع کرد به مصرف بیشتر این قرصا. کار به جای کشیدش که تعداد این قرصا در روز به 50 عدد رسیده بود. نکته اینجاست که این قرصا روی سیستم گوارش تاثیر خیلی شدید میذارن، باعث استفراغ میشن و متیو هم هر روز دچار استفراغ میشده. برای همین همیشه با خودش حوله سر کار میبرده و چند بار در طول روز استفراغ میکرده. توی فصل سوم سریال فرندز وزنش به 58 کیلوگرم میرسه. توی همین زمان بود که وقتی خمار میشد انقدر احساس روحیه بدی پیدا میکردش که زمانی که کنار جولیا رابرتس قرار میگرفت احساس میکرد که کافی نیست، همون احساسی که همه دوران بچگیش داشت. به خاطر اعتماد به نفس پایینش خودش با جولیا رابرتس به هم میزنه و میگفت که هیچ وقت تا پایین عمرش نمیتونه قیافه هاج و واج جولیا رابرتس رو بعد از به هم زدن فراموش کنه. اما یه شوک باعث میشه که متیو به خودش بیاد. سال 97 متیو پری توی یه فیلم بازی میکرد به اسم تقریبا قهرمان که کمدی بود و سر همون فیلم همبازی متیو به خاطر مصرف هروئین اووردوز میکنه و میمیره. نکته جالب اینجاست که وقتی که فیلم اکران شد، تمام مدت متیو روی فرش قرمز تبلیغ فیلمو میکردش و در حالی که خودش توی رگهای خودش مواد مخدر جریان داشت، تبلیغ میکرد برای جوانها که نرید سراغ مواد، که شما هم یه وقت مواد اووردوز نکنید. سر این اتفاق متیو پری تصمیم میگیره که موادو ترک کنه و فصل 4 میشه زمانی که متیو پری سالم ترین حال خودشو داره. بدنش تقریبا
تقریبا عضلانی شده. فقط کمی الکل مصرف میکنه تا شاد بمونه. ولی قسمت بعد ماجرا اینجاست که بعد از اینکه یه بار با دوست دختر خودش به هم میزنه، دوباره میره سراغ مواد و فصل پنجم دوباره معتاد میشه. این بار شدت اعتیادش انقدر بیشتر بوده که یه بار سر صحنه فیلم برداری خوابش میبره و انقدر دیگه الکل مصرف میکرده که توی سن 30 سالگی دچار التهاب لوزالمعده میشه، که اگر کسی دچار این التهاب بشه به احتمال خیلی زیاد به خاطر نوشیدن خیلی زیاد الکل، که همچین اتفاقی اصلا تو سن 30 سالگی چیز نادر محسوب میشه. همین اعتیادش باعث میشه که فقط دیگه توی فرندز بتونه بازی کنه. حتی نقش جو بلک رو توی فیلم ملاقات با جو بلک بهش پیشنهاد میکنن ولی نمیتونه قبول بشه تو اون نقش و در نهایت میرسه به برد پیت. کار به جایی میکشه که برای امضای قرارداد فصل 6 و 7 خودش نمیره برای امضای قرارداد و دیوید شریمر یا همون بازیگر نقش راس میره و قرارداد رو امضا میکنه و 50 میلیون دلار به متیو پری میرسه. بین فصل 6 و 7 انقدر اوضاع متیو پری بد میشه که حتی وقتی میره خونه پدرش، نامادریش اونو از خونه پرت میکنه بیرون، چون دیگه غیر قابل تحمل شده بوده. کار به جایی میکشه که جنیفر آنیستون به روش میاره این موضوع رو و هم میگه بوی الکل رو ما دیگه کامل میتونیم احساس کنیم. همه دیگه خبردار شدن و یکی از بدترین اتفاقا میفته، این که حافظه متیو پری دچار اختلال میشه، جوری که دیگه یه سری از صحنه هایی که فیلم برداری کرده بودن رو یادش نمیاد و فردای اون روز میخواسته صحنه های دیروز رو دوباره بازی کنه و وقتی بهش میگفتن ما اینا رو بازی کردیم یادش نمیومده. همون سالا توی یه دونه فیلم بازی میکنه به اسم در خدمت سارا و انقدر توی اون فیلم بد صحبت میکنه و کلماتو کشدار تلفظ میکنه مثل معتادا که فیلم شکست میخوره و عوامل فیلم ازش شکایت میکنن و 650 هزار دلار ازش پول میگیرن. دیگه انتهای فصل هفتم بودش که تمام اعضای فرندز مجبورش میکنن بره مرکز بازپروری. خود متیو پری توی کتابش میگه که اون 5 رفیق دیگه برای من مثل پنگوئن ها بودن. وقتی پنگوئن ها زخمی میشن، بقیه اعضای گروه میان و دورش حلقه میزنن و اجازه نمیدن که آسیبی بهش وارد بشه. متیو پری میگفت اون 5 نفر دیگه هم دقیقاً با من همین کارو کردن. میگفت رفتم مرکز بازپروری و 12 شب پشت سر هم نخوابیدم به خاطر قطع مواد مخدر. میدونید این چه شبیه؟ دقیقاً همون شبیه که مونیکا و چندلر توی سریال فرندز با هم دیگه ازدواج کردن. درست فردای اون روز متیو پری رفت به مرکز بازپروری. توی همون مرکز بازپروری بودش که یه شوک اساسی بهش وارد شد وقتی که برای اولین بار دید که جولیا رابرتس توی مراسم اسکار داره شرکت میکنه و اسکار رو برنده شد و اونجا لب‌های دوست پسرش رو بوسید. متیو پری تعریف میکرد، میگفت توی اتاق شوخی کردم، همه رو خندوندم، ولی وقتی که همه رفتن تا خود صبح نشستم گریه کردم که من چطور فرصت‌های زندگی خودم دست دادم. برای اولین بار متیو پری به طور جدی مواد رو ترک میکنه. فصل نهم و دهم رو کاملا پاک بوده و برای فصل نهم برای اولین بار کاندید جایزه امی میشه. اما بدترین اتفاق دوباره میفته، یعنی سریال فرندز تموم میشه. دلیل تموم شدن سریال فرندز به خاطر جنیفر آنیستون بود. این بازیگر دیگه داشت به سوپر استار تبدیل میشد، شهرتش از بقیه بیشتر بود به خاطر اینکه توی سینما فیلمهای خیلی خوبی بازی کرده بود. بر همین دیگه نمیخواست سریال بازی کنه و میخواست از سریال بره و دیگه تمرکز خودش رو بذاره روی سینما. آخرین دیالوگ سریال رو متیو پری میگه و میگفتش وقتی که این رو گفتم و صدای کات شنیده شد، همه شروع کردن گریه کردن، همه همدیگر رو بغل میکردن، تنها کسی که گریه نمیکرد من بودم، چون واقعیتش اینه که هیچ احساسی نداشتم. فیلم های اون زمانم هست، متیو پری انگار اصلا تو این دنیا نیست، هیچ احساسی نداره از اینکه سریالی که 10 سال جزش بوده تموم شده، چون مواد مخدر کار خودشون دیگه کرده بودن. متیو پری شده بود مثل ویتنی هیوستن که وقتی برنده جایزه امی شد هیچ واکنشی نشون نمیداد. وقتی ازش پرسیدن که چرا هیچ احساسی نداری، در پاسخ میگفتش من تا وقتی مست نکنم نمیتونم شاد بشم. متیو هم دیگه مواد مصرف نمیکرد، برای همین هیچ احساسی نداشت. فرندز یه شغل فوق العاده بود که حالا دیگه تموم شده. بعد از تموم شدن سریال متیو پری یه مدت طولانی بیکار بود. بعد شروع کرد بازی کردن توی سری سریالی که همشون اولشون طوفانی شروع میشد، بعد شکست میخوردن و بیننده ها سقوط میکردن. متیو توی انتخاب سریال دقت نمیکرد. یکی دو سال بعد از تموم شدن سریال فرندز دوباره مصرف مواد دو شروع میکنه و این بار دیگه عکسش میره روی جلد مجله ها. دیگه همه با خبر شدن تقریبا که متیو پری مواد میزنه. طی چندین سال متیو پری دائم میرفت کلینیک های مختلف ترک اعتیاد، خودش حتی کلینیک ترک اعتیاد زد، تلاش کردش که روی قانون تاثیر بذاره، با سناتورها میرفت بحث میکردش، تا اینکه نزدیک سن 50 سالگی روده متیو پری میترکه و 14 روز به کما میره. مواد مخدر باعث یبوست میشه و متیو هم چون دائم مواد رو ترک میکرده هی میکشیده، باعث شده بوده که مشکل گوارشی پیدا کنه و اصلا یه مشکل روده هم که از بچگی داشت. متیو توی
بیمارستان ایست قلبی میکنه و با اینکه 5 دقیقه احیای قلبی شده بود باید مرده تشخیص میدادنش، ولی چون کلینیکای خصوصی نمیخواستن که یک فرد معروف توی بیمارستانشون بمیره، بازم احیای قلبی رو ادامه میدن و بعد از 8 دقیقه و به قیمت شکسته شدن 4 تا از دنده های متیو پری اون قلبش دوباره شروع میکنه به تپیدن. خودش توی کتابش میگفت این بار دوم بود که فرنز جون منو نجات داد، چون اگر من بازیگر فرنز نبودم چند دقیقه قبلش اسم من میرفت تو لیست مرده ها. متیو پری برای 9 ماه توی مرکز بازپروری باقی میمونه و تولد 50 سالگیش رو دیگه توی همین کلینیکا بوده. از تموم شدن سریال فرنز، یعنی توی سن 35 سالگی تا سن 50 سالگی، بیش از 20 بار متیو به کلینیکای ترک اعتیاد مختلف رفته بوده و سمزدایی کرده بوده. دلیل این موضوع رو شاید رابرت دونی جونیور خیلی خوب توصیف کرده باشه. این آدم هم خودش در دوران جوونی یه بار اووردوز کرده بوده، نزدیک بوده به خاطر مصرف مواد بمیره. این آدم در اتاق اعتیاد اینجوری میگه مثل میمونه که شما لوله اصله رو گشته باشی توی دهنت و دستت هم روی ماشه باشه. از اون طرف عاشق طعم فلز هم باشی. اینطوری باید در تمام طول عمرت جلوی خودتو بگیری که ماشه رو نکشی و لذت طعم فلز رو تجربه نکنی و این اوضاع تا پایان عمر با توئه. این یه فکر اشتباه عمومیه که فکر میکنن کسی که مواد رو ترک میکنه دیگه نیاز مواد نداره، در صورتی که اون فقط نیاز فیزیکیش به مواد رو از دست داده و هوس مصرف مواد تا پایان عمر با اون طرف میمونه و همین که اون آدم دیگه هیچ وقت مثل سابق نمیشه و برای آدم نرمال شدن احتیاج به مواد مصرف کردن داره. یه جورای معتادا تا آخر عمرشون معتاد میمونن. توی سن 50 سالگی متیو پری روزی 60 نخ سیگار میکشیده. خودش میگه در روز بیش از 10 لیوان الکل میخوردم و تا 50 قرص در روز مصرف میکردم. همین باعث شده که تمام دندوناش میریزه و 14 بار عمل جراحی روی رودش انجام میدن. جوری که خودش توصیف میکنه میگه انقدر روی شکمم جای تیغ عمل جراحی بود که انگاری از جنگ های صلیبی برگشته بودم. اما 50 سالگی بعد متیو تصمیم میگیره به ترک کردن. درست از همون زمانی که دیگه روده‌هاش ترکید، چون دیگه نمیتونست با این وضعیت ادامه بده. و بعد از سن 50 سالگی توی مصاحبهاش میگفتش که من دیگه فقط یک هدف توی زندگی دارم، اینکه میخوام کمک کنم به آدمایی که تجربه شبیه به خود من دارن. میگفت میخوام کاری کنم که همه بفهمن که مواد یعنی چی و کمک کنم به بقیه‌ام تو مواد رو ترک کنن. میگفت تمام هدفم اینه که دیگه فقط همین یه دونه کتابو بنویسم. و اول کتابش هم که خودتون دیدید چقدر جالب شروع میشد. میگفت من متیو هستم، ممکنه منو به اسم دیگه بشناسید و من الان مردم. این کتاب توی 53 سالگی متیو منتشر شد و متیو پری توی 54 سالگی توی اکتبر سال 2023 توی استخر خونش غرق شد و مردش. آخرین فصل کتاب متیو اسمش هست بتمن. متیو خیلی بتمن رو دوست داشت و مردم میگفتش که وقتی احساس کنم که مشکل دارم پیام بتمن رو براتون میفرستم، همین علامته که تو آسمون میافتاد. و اگه به اینستاگرام متیو پری هم دقت کنید آخرین پست های اینستاش همشون علامت های بتمن بودن. الان که این ویدیو رو دارم میسازم علت مرگ متیو مشخص نشده، ولی اصلا بعید نیستش که این آدم این کتابو نوشت و بعدش هم به زندگی خودش پایان داد، چون هیچ وقت نمیتونست مثل یه آدم عادی دیگه زندگی کنه و لذت ببره. اجرای متیو با این کتابش به اون کسایی که فکر میکنن مخدر کار کول یا مثلا باحالیه، با همون لهجه چندلر به که مگه آدم میتونه انقدر خام و ساده باشه. خب دوستان، اینم از ویدیوی امروز، اینم از داستان زندگی متیو پری که چطور مواد مخدر کل زندگیش رو از بین بردش. امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه. هیچگاه توی عمرتون نزدیک به یه همچین موادی هم نشید. توی کتاب متیو چند باری اشاره میکرد که سیگار کشیدن باعث شده بود که دوباره به سمت مواد برگرده. هیچ وقت به اینجور چیزا اصلا نزدیک هم نشید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید یادتون نره که لایکش کنید و با امید روزهای بهتر و خدا نگهدار.